مسئله جالبیه، برای اینکه خب ما وقتی راجع به خانواده صحبت میکنیم یک خانواده جسمانی داریم که در اون متولد میشیم، ولی یک خانواده روحانی رو هم ما در کلیسا میشناسیم، درسته؟ که در این خانواده پدر روحانی رو داریم که نسبت به او دعا میکنیم، وعده های او رو میپسندیم و میسنجیم و طبق اون وعده ها زندگیمون رو شکل میدیم. حالا شما فکر بکنید که پدر آسمانی ما اومده گفته شما اگر به عیسی مسیح ایمان بیارید نجات خواهید داشت، و بعد فردا میاد میگه نظرم عوض شد، دیگه نجات نخواهید داشت. بعد پس فردا میاد میگه اگر از تعالیم من اطاعت کنید رستگار خواهید شد. بعد روز بعدش میاد میگه نه، اگر از تعالیم من بعضیاش انجام ندید بازم رستگار خواهید شد. و اینجا این اعتبار و اعتماد ما به خدا از بین میره. ما اصلا نمیتونیم در ایمانمون به خدا اعتماد بکنیم، رابطه سالمی رو با او داشته باشیم و همه زندگی ما به هم میریزه. در کودکی که در خانواده جسمانی هست هم همین اتفاق میفته. این بی‌اعتباری به حرف پدر و مادر، چون هیچ کسی به حرف اون یکی احترام نمیذاره، هر کسی کار خودش رو میکنه و بچه نمیدونه که واقعا چقدر این حرف ها رو میتونه بهشون اعتماد بکنه، باعث میشه که رابطه کودک در اعتماد کردن به پدر و مادر از بین بره.